یک شاخ گل، برنامه شماره 298. بارها در برنامه های مختلف گلها شنیده اید، بیان دل را نحوه هاست. گاه بیان مکنون دل توأم با کلام است که نثرش می نامیم و چون موزون آید و معنا و مفهوم در ساغر نظم نثار گردد شعرش می خوانیم. اما بیان دل را نحوه های دیگر هم هست. صورتگری که با کلک بر پرده بیرنگ رنگ ها بریزد و با سایه روشن چهره یا منظره ای را تجسم بخشد نیز آنی را که بر دلش نشسته بیان می دارد. آنچه از پنجه و کمان یا مضراب آهنگساز برمی خیزد نیز بیان دل است، اما بیانی بی نیاز از لغت که رواست ملکوتیش بنامی. این بیان است که چون وارسته از تکلف و فارغ از تصنع از دل برخیزد، بر هر دلی حساس خوش می نشیند و شنونده را به عالمی چون رؤیا می کشاند. این بیان است که موسیقیش می نامی. موسیقی مانند پرتوی است از روح که چون امواج دریا گاه آرام و سبکبار به کنار می رسند و گه خشمگین و طوفانی سر به سنگ و صخره ها می کوبند. از این گفتار یقیناً دریافته اید که این بار از شعر و شاعری سخن نمی گوییم و قصد ما از اشارت به کلک و رنگ و سایه روشن در آغاز سخن صورتگری و چهره نگاری نیست. این بار می خواهیم از آهنگسازی صحبت بداریم، آهنگسازی که چون شیدا نامش را بسیار شنیده اید و ما برتر از ابوالقاسم عارفش می دانیم. مرتضی محجوبی، هنرمند گلها، هنرمندی که موسیقی ایرانی را به خوبی می دانست و با سبکی مخصوص به خودش نیکو پیانو می نواخت و چنان لطیف که این ساز مضرابی به سازی کششی شباهت پیدا می کرد، بدون آن که از تنین ربع پرده ها در پی پرده ها آهنگ و صدایی نامطبوع برخیزد.
مرتضی محجوبی از آهنگسازان عالی قدر معاصر است و نامش در ردیف باربد و نکیسا در فرهنگ ایران برای همیشه زنده خواهد ماند.
کنارم یگان دل داره تو مرو تو مرو تو مرو مرا فدای چشم مستت تو مرو جان کجا برم ز دستت تو مرو تو مرو تو مرو شاخ گلی که نثار شد شماره 298 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم یافته. آهنگ در مایه شور از محجوبی، ترانه از دکتر معین افشار، گوینده آذر پژوهش.